مخوفترین جاهاست برای زندگی. من بعید میدونم که بسیاری از آدم ها بتونن برن زندگی بکنن تو اونجاش به خاطر محیط هایی که داره. اصلا البته مثل که جدیدن یک تغییراتی دوش داده بودن. در حال این هم از این خبر. بعدیش برمیگردیم. هفته گذشته از روز جمعه کنفرانس فستیوال فیلم ایسترن بریز نسیم شرقی با همت پویان طباطبایی و ساسان اسخری در محل سینما کارتون شماره 20 کالج انجام شدش. از 11 هستش تا چند هفته ادامه داره. فیلم های مستند کوتاه مال شرق به طب، از هند، روس، ایران و حمید جبلی هم قراره بیاد مهمون برنامه باشه. ده ها روز اولش رو ما رفتیم اونجا و یک فیلم، چند تا فیلم بودش. یه فیلمش که بسیار خوب بود، یه کارگردان مراکشی داشت، من زیاد اسما رو یادم نمیمونه توی هنر و این چیزا برعکس سیاست. خدمت شما عرض کنم که ولی پویان تعریف میکردش که این صاحب سبک در مراکش و دنیای آفریقا و دنبال روی عباس کیارستمیه. در حال فیلم خوبی بود و نکته هایی که از یکی از سومالی بودش، یکی از ایران بودش، از ایران، یعنی از انگلستان در حال، ولی ایرانی تبار بودن. و در حال دوستان عزیزی که هستن، این فستیوال که دومی سالش هستش و به هیچ کمکی نداره، اسپانسری هم نداره، حداقل اونا که اهل هنر هستند کمکشون بکنن. از این بشکن و بالا بندازی ها هم نیست دیگه. در حال متاسفانه اگر از این بشکن و بالا بندازی هایی که لس آنجلسی ها میان اینجا همش هم یه تم دارن، همون روحوزی های سابق منتها شیبش عوض شده، در حال کمک بکنید. نه اینکه واقعا برید اونجا نگاه بکنید و اینها رو، این نسل جدیدمون و نسل جوونمون رو تشویق کنیم. دوستان اتاق فرمان، اگر این مصاحبه خانم مسیح فرهانی که تشکرم میکنیم ازشون، مصاحبه رو با پویان طباطبایی و ساسان اسخری در مورد کنفرانس ایسترن بریز در تورنتو با هم میبینیم. با سلام، امشب در خدمت آقای پویان طباطبایی و آقای ساسان اسفندی هستیم در رابطه با فیلم فستیوال نسیم شرق. ازشون دعوت میکنیم که یه خود راجع به این فستیوال توضیح بدن. آقای پویان، امسال سال چندمی هستش که این فستیوال داره برگزار میشه؟ امسال در واقع اولین سالی هست که نسیم شرقی، با اسم نسیم شرقی یا ایسترن بریز، به صورت خارج از بخش فقط صرفا ایرانی برگزار میشه. ولی در واقع اگر که برگردیم به فستیوالایی که پشت هم برگزار شده تا رسیدیم اینجا، سومین فستیوال است. بله، چون اونطور که من بک‌گراند رو مطالعه می‌کردم، ظاهرا اینترنشنال و سال گذشته هم برگزار شده. سال گذشته بخش صرفا ایرانی بوده، ولی در ایرانیایی که مقیم هر جای خارج از ایران هم بودن میتونستن شرکت کنن، اما صرفا بحث ایرانی بوده یا کسایی که خارجی بودن در رابطه با موضوع ایران کار کرده بودن. ولی الان بحثمون نسیم شرقی، بحثش در واقع نگاه به فرهنگ شرق، شرق به معنای آسیا، خاورمیانه و شمال آفریقا. الان از چه کشورهای فیلم دریافت کردین، شرکت کردن؟ ما از 45 کشور، 44 کشور سابمیشن داشتیم. در واقع تقاضا داده بودن، فیلماشون فرستاده شده بود، هیئت بررسی در واقع از 35 کشور انتخاب کرده فیلم که 89 تا فیلم در این دوره فستیوال شرکت داره. 89 تا فیلم در گذاشت؟ 89 شرکت داره. 89 تا فیلم نمایش داده میشه. نمایش داده میشه. ساب میشه اون خیلی بیشتر. بله. بعد دوره این فستیوال چه مدت هستش؟ از اونجایی که ما رسممون این هست که هر طور شده 6 هفته رو زنده نگه داریم، امسال هم اینطوری شده، صورت 6 هفته شده. ولی تعداد سانسایی که فیلم نمایش داده میشه 24 سانس هست. تعداد روزها مثل اینکه 11 روز هست اگر اشتباه نکنم. در کنارش در واقع بخش کارگاه سینما هستش که امسال مهمان ویژه فستیوال از ایران هستش، حمید جبلی هست که میاد، برای فکر میکنم اولین باره که میاد آمریکای شمالی، بحث داوری و چیز داشته باشه، برای داوری میان و برای برگزاری کلاس. ما یه مروری بر آثار کارگردانی ایشون داریم، نه بازیگریشون. بعد از اونم یک نمایش عکس هست که باز کارهای آقای جبلی هست که اینجا حضور دارن و کارهای من در رابطه با سینما. و مثل اینکه قراره دوباره یه 6 هفته طول بکشه. خب سلام.
از آقای ساسان سوال کنیم، با چه مشکلاتی مواجه بودیم وقتی بر برگزاری این فستیوال؟ مشکل اولی همون مشکل در واقع مالی بود، به خاطر اینکه ما خیلی مستقل هستیم، 5 نفر بودیم دور هم دیگه جمع شدیم، فکر کردیم که میتونیم این کارو بکنیم، راه بندازیم، راه انداختیم، البته 5 نفر که هیئت برگزار کننده، بزرگترین ساپورترمون آقای طباطبایی، پویان و کمپانی که دارن، بزرگترین یه تنها ساپورترمون تا الان دنبال پیدا کردن اسپانسر، کسی که بتونه ساپورت کنه ما بتونیم اینو بزرگتر و بیشتر بهتر برگزارش کنیم هستیم. این امسال خیلی سعی کردیم فیلمای رو نشون بدیم که یه خورده فرق داشته باشه با اصولا فیلمایی که توی سینمای آمریکای شمالی مثل کانادا و آمریکا نمایش داده میشه. یعنی شما کسی که بیاد توی جشنواره فیلم هایی ببینه با یک دید دیگه میاد، با یک نوع دیگری از سینما روبرو میشه، نه اون سینمای صرفا اکشن و چیزی که اصولا توی این ور شمال آمریکا وجود داره. موضوعاتی که انتخاب میکنی فیلم ها، موضوعات فیلم ها یعنی چی ازش؟ من دیدم داکیومنتری و اینا هستش، ولی یک خوضیح بدیم موضوع خاصی رو ما مد نظر نداشتیم. ما فیلم هامون توی 3 قسمت نمایش داده میشه. فیلم هامون داکیومنتری یعنی مستند هست، انیمیشن هست و داستانی. و توی البته اینا هم هر کدوم 2 بخش میشه. آره هم میخواستم بگم هر کدوم 2 بخش کوتاه و نیمه بلند، یعنی فیلم هایی که تا زیر 10 دقیقه، زیر 12 دقیقه و تا 40 دقیقه. حتی کنار اینا ما یه بخش دیگه هم داریم، فیلم بخش پارالل یا در واقع پارالل میشه موازی، که توی اون فیلم هایی هست که هنوز زیر 1 ساعتن، یعنی هنوز فیچر به حساب نمیان، فیلم فیچر نیستن و اونا صرفا دعوت شدن از طرف فستیوال. فیلم هایی هستن که داستان های خیلی خاصی دارن در رابطه با خاورمیانه، یکشون مثلا راجب سوریه هستش، یکی راجب هند هست، و در کنارش 3 تا فیلم بلند، 2 تا فیلم بلند داریم که فیلم های آقای جبلی هستن که کارگردانی کردن و یه داکیومنتری ازش. نحوه اطلاع رسانیتون به چه صورته؟ هم قبل از اینکه، یعنی وقتی دارین دعوت میکنین که از کارگردان های مختلف که فیلم هاشون رو ارائه کنن برای فستیوال، یا بعدش که برای به قول معروف اطلاع رسانی عمومیتون که برای مشاهده فیلم ها هستش چطوریه؟ ببینید این ایزمدی من تجربه این ببینید برای برنامه ریزی یک فستیوال شما بین 15% تا 25% میتونید هزینه بودجه فستیوال رو برای تبلیغات بذارید. خب به طب هرچی به 25% نزدیکتر باشید تواناییتون بیشتره و بستگی به کل بودجه‌ای که دارید. ما بودجمون برای این فستیوال، بودجه‌ای که طراحی شده، 85,000 دلار. 85,000 دلار در آمریکای شمالی فقط فکر میکنم یک شب شام به عنوان یک گالا 85,000 دلار هزینهش میشه که در اتاوا مثلا برگزار میشه، نه تازه نیویورک تا به اسکیل بزرگ صحبت نمون. برای ما یه فستیوال 6 هفته ای رو با 85,000 دلار بودجه برگزار میکنیم، برای همین به تبع بودجه هزینه در واقع که میتونیم برای تبلیغاتمون هم بکنیم کمه. اما به خاطر اینکه تمام کسایی که در پشت بدنه فستیوال هستن خودشون یا روزنامه‌نگارن یا از بدنه سینمان، برای همین ما خیلی دور نیستیم از اون فضا. این یه کمک بزرگیه که ما تونستیم از طریق اون با تمام دانشگاه‌های خوب دنیا صحبت کنیم، در که هم در آمریکای شمالی باشن، چون به هر حال دانشجو شرقی درشون وجود داره یا کسایی که با موضوع شرق کار میکنن، هم تونستیم با انجمن‌های اسوسییشن‌های بزرگ سینمایی دنیا در تماس باشیم، خیلی کمک کردیم. ما فیلمایی داریم امسال که همه همین امسال برنده پالم اسپرینگ بودن، همین امسال برنده کن بودن و 2 سال پیش کارگردانی داریم که 2 سال پیش فیلمش جایزه اسکار گرفته شورت فیلم، امسال فیلمشو فیلم دومشو برای ما فرستاده و برای همین به خاطر اون از لحاظ رقم اگر حساب کنیم تبلیغاتمون خیلی رقمش کمه، اما از لحاظ کاری که انجام داده خیلی کار گنده‌ای بود. کلا خودتون تو ریویایی که داشتین چه فیلمی رو الان پیشنهاد می‌کنین که ببینن؟ چون دیدم قبل از مصاحبه داشتین صحبت می‌کردین راجبش. یکم زوده. واقعیتش اینه که فکر می‌کنم اگر اشتباه نکنم بعداً که ما نگاه کردیم حتی فیلمایی بوده که امسال فیلمای دوره قبل برنده لوکارنو بود یا تو قسمت انتخاب فیلمای اصلی لوکارنو بود، اونا رد شده. یعنی ما فیلم خوب انقدر داریم که هر سانس واقعاً حداقل 3 تا فیلم خوب داره. برای همین بستگی به ذائقه دوستان هست. یه سری فیلم هایی هست که صرفا راجب ایرانه، راجب هنر ایرانه، خب اون کسی که فقط ایران خیلی میخواد
دیتیل بدونه دوست داره. یه فیلمی هست راجع به نحوه ازدواج در هند که اصلا این فیلم خیلی عجیبیه. به اون حتما یعنی واقعا من سانسارو که نگاه میکنم خودم نگاه میکنم کدومو نیام میبینم که من دوست دارم همه رو دوباره بیام توی پرده بزرگ ببینم. بعد یه جمع‌بندی در انتهای فستیوال دارین یعنی اونم برای پابلیک آزاده یعنی موقعی که داورا دارن نظرشون رو میدن یا اعلام شده چه جوری به اطلاع مردم میرسه؟ هر سال که ما برنده داشتیم البته بازم چون پولی نداشتیم که به برنده آمون بدیم در واقع فقط تشویقشون کردیم با یه تندیس و یه لوح همون لوح فقط با همون ما تشویق کردیم. امسال هم برنامه‌مون تا الان همینه مگر اینکه اسپانسر پیدا کنیم و بتونیم به کسایی که کارشون اونقدر خوبه که تشخیص داده شده صاحب سبک برنده شدن بتونیم یه پولی بدیم تشویقشون کنیم به فیلم سازن به فیلم سازی توی همون ژانر و آیدیایی که دارن. اضافه کنم که این پولی که قراره بدیم قرار نیست که صرفاً پول حتی پول ما هرچی میدیم پول کمی است. قراره که $1,000 به برنده ها و $2,000 به تنها کسی که فیلم اولین بار کارگردانی کرده فیلم کوتاه برنده شده به اون بدیم. اما این مثل فستیوالایی که دیگه برگزار میشه ما اینو در واقع سرمایه گذاری میکنه فستیوال در پروژه بعدی اینها. صرفا پولی نیست که بهشون میدیم که هر جوری خرج کنن. البته خب مثلا فستیوال ساندنس همین کارو میکنه $50,000 در پروژه بعدی سرمایه گذاری میکنه. یا مثلا روتردام $85,000 سرمایه گذاری میکنه توی پروژه بعدی. اما برای کانادا $1,000 هم من حتی با خیلی از فیلمسازهای جوان کانادا صحبت کردم $1,000 هم رقمی که در اینجا چون بودجه سینما در کانادا کمه $1,000 هم واقعا $1,000 دیگه چه برسه این $1,000 تبدیل بشه حالا به ریال اگر برنده از ایران باشه به روپیه هند بازم یه رقمی هستش برای اون بعد. بعد کارگردانی که فیلماشون توی این جشن شرکت کرده توی فستیوال شرکت کرده خودشون هم حضور دارن یا روزی که قرار یعنی انتهای فستیوال هست یه تعدادی شرکت دارن یه تعدادی هم به تبع علاقه دارن که بیان اتفاقا این مطلبی روزنامه ایندیا هندوستان نیوز پیروز کار کرده که دو تا جوانی هستن که فیلماشون هم در جشنواره ما هم در جشنواره آلمان همزمان انتخاب شده اما خب پول ندارن که بیان که کارهای کوتاه کارهای بچهای جوونه و فیلم کوتاه اصولا چون بودجه بزرگی نداره فستیوالایی هم که این کارو میکنن بودجه بزرگی نداره ما هر کارگردانی که بیاد بهش اکومودیشن جا بهش میدیم برای 3 روز که بتونه بمونه اما این بیشترین چیزیه که ما میتونیم کمک کنیم. البته اگر برای دوره بعد ما بتونیم بر اساس برنامه‌ریزی که داریم پول بتونیم بگیریم از دولت کمک دولتی بگیریم برنده های این دوره رو میخوایم برای کلاس آموزشی دوره بعدمون مستر کلاس هامون دعوت کنیم و بیان و این شاید یه چانس باشه که وقتی کمی جو بکنم بهتره که فردا واقعا روزی